درود به شما هم میهنان عزیز، درود به شما همراهان خوب و سپاسگزاریم که بازم با یه برنامه دیگه ما رو همراهی میکنی. بارها گفتم، همیشه من اینو تکرار کردم که اعتصابات سراسری اگر همراه اعتراضات میدانی باشه، مطمئن باشین فقط ممکنه یک ماه طول بکشه که این رژیم پست سرنگون بشه. یعنی وقتی اعتصابات سراسری باشه، اعتراضات هم میدانی بشه، اعتصابات نه که یه روز دو روز سه روز باشه ها، شده یک هفته، کوتاه نیاین. چقدر میخوان کارگر بیارن جای شما؟ هیچ کارگری نمیارن. نگران نباشید، من میدونم خیلی از کارگران نگرانی هستن، میگن بابا ما بریم خب 10 تا دیگه میاد جای ما، هیچ کس جای شما نمیتونه بیاد. این روند خیلی طول میکشه بخواد اجرا بشه. پس اعتصابات فراموش نکنین که جز کشنده ترین راههایی هست که میتونه رژیم رو سرنگون کنه. اعتصابات سراسری همچنان ادامه داره به صورت سراسری در ایران و همونطوری که میبینین ویدیوی داریم از گروه پیمانکاری رحمانی در شرکت مس در کرمان که با ترک و تخلیه کارگاه به اعتصاب سراسری پیوستن. اینه 4-2-1402 مثل درالو، گروه پیمانکاری علی رحمانی به امید پیروزی، همه این نیروها به سمت خانه. راهپیمایی بزرگ و یک پارچه روز 29 اپریل در شهر لندن انگلستان با یک خواسته و اونم لیست گذاری سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی. خیلی این مبارزه ممکنه طول بکشه، میدونیم، ولی میدونیم که پایانش هم روشن و آزادی در انتظارمونه. پس با هم اونو سپری میکنیم تا صبح پیروزی برای جانهای عزیزی که در راه آزادی ما از دست دادیم. چند ماهه که ما تو این انقلاب هستیم، برای زندانیانی که حالا تو بند سپاهیان تاریکی هستن، برای آینده هایی که امروز ما باید فرداشون رو بسازیم. وظیفه داریم، موظفیم، گردنمونه که ایستادگی کنیم و مطمئن باشین که پیروزی از آن ما هست. کسایی که در این انقلاب خودشون رو دارن فدا میکنن، عزیزانشون رو دارن فدا میکنن، جان و مالشون رو دارن فدا میکنن، فراموش نکنید. ما وارد 67 روز اعتصاب قضای وحید بهشتی شدیم، قهرمانی که برای قرار دادن سپاه جنایتکار در لیست تروریستی روزها و شبهاست که به تحسن و اعتصاب قضا در لندن دست زده، روی ویلچر نشسته. پس با حضور پرشور خودمون در اعتراضات، اعتصابات و راهپیمایی هایی که در خارج از ایران انجام میشه، تنین صدای وحید بهشتی و میلیون ها ایرانی باشیم که از جون و مال و حیثیت و همه چی خودشون گذشتن که این انقلاب سرپا بمونه. جنگ، سایبری ها احساس وحشت کردند. یعنی رئیسشون خامنه ای. ببینید بسیجی ها چگونه در مقابلش ایستادن. ببینید چگونه در نماز دیروز خامنه ای رو هو کردن. هیچ چیزی واسه شون نمونده. ما نزدیکیم، بلند شیم. صحبت های حاشیه ای رو بذارید واسه بعد. الان فقط عشق و همبستگی. سنگر عشق و همبستگی سنگر شماست. بلند شیم دست هم. اول سپاه رو باید در لیست بذارید. اینجا نزدیکیم. این جنگ در اینجاست. اول باید این حمایت و این چوبی که اینا زدن زیر آخونده رو باید بکشیم بیرون. روز 29 همه شما عزیزان رو اینجا میبینم. هر کاری میتونید بکنید تا اینجا فریادمون با هم دیگه بلندتر بشه. فدای همه شما. گزارش‌های مردمی رسیده از فعال شدن ضد هوایی در هوانیروز اصفهان. اینکه خب به هر حال خودتون میدونید که اصفهان یکی از محل‌های مهمی هست که اسرائیل خیلی دنبالش هست که اون رو به هر حال سرکوب کنه و این اخیراً هم خیلی حمله‌های پهپادی و غیر پهپادی به این مراکز در اصفهان شده. اصفهان 3 اردیبهشت ضد هوایی فعال شده سمت هوانیروز اصفهان.
گیلا گامالیل وزیر اطلاعات اسرائیل اومد یه نسخه از نامه محمد رضا شاه به اسحاق رابین نخست وزیر وقت این کشور که پیام انور سادات رو رسونده بود جهت مذاکره صلح مصر و اسرائیل رو به رضا پهلوی هدیه داد. توش نوشته که شاه خواست به نخست وزیر اطلاع بده که پیامی از سادات دریافت کرده. سادات آماده مذاکره مستقیم با اسرائیل. هدف از این گفتگوها رسیدن به یک توافق محدود در سینا هست. اون همچنین یادآور شده که این پیام در نهایت به توافق صلح با مصر منتهی شده. انور سادات نخستین رئیس دولت کشور عربی بود که با پیمان صلح بین مصر و اسرائیل با این پیمان برقرار کرد و حدود 3 سال بعد از اون توسط تروریست‌های جهاد اسلامی ترور شد. گامالیل هنگام اهدای این لوح در دانشگاه حیفا گفتش که به سال 1974 اعلی حضرت شاه عزیز ایران پیامی به نخست وزیر اسحاق رابین فرستاد و پیشنهاد کمک خودش برای پیشبرد صلح بین اسرائیل و مصر رو مطرح کرد. این لوحیه که نشون میده شما راه اون رو دارین دنبال میکنین، یعنی رضا پهلوی، تا صلح و دوستی رو بین ملت‌های ما محقق کنین و من باور دارم شما مانند پدرتون بعد از وقوع اون رو به تصویر کشیدین. بنابراین اگر الان و امروز از همه کارهایی که انجام میدین ما سپاسگزاری هستیم، به خاطر این هست که شما هم مثل پدرتون فرد شجاعی هستین، اون اندازه که به اسرائیل میایین و ما با هم صلح بین ایران و اسرائیل رو به ارمغان میاریم. همچنین وزیر اطلاعات اسرائیل در توییتی خطاب به رضا پهلوی در پاسخ به پیام قدردانی اون از میزبان اسرائیلیش به زبان فارسی نوشته: ما با هم فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در انداختیم. سفر شما برای ما پر افتخار بود. وزیر اطلاعات اسرائیل که به نمایندگی از دولت بنیامین نتانیاهو مسئولیت پذیرایی و میزبانی رضا پهلوی رو بر عهده داشت، سفر فرزند پادشاه فقید ایران رو افتخاری برای کشورش به شمار آورده و اون رو فصل جدیدی از یک آغاز نامیده. هم از لحاظ جغرافیایی نزدیکترین کشوری هست که به اون سفر کردید به ایران و هم از لحاظ فرهنگی، احساستون چی بود از این موضوع؟ خب طبیعی است که شما وقتی توی منطقه قرار میگیرید که یک حالت دیگه رو به دست میده، اروپا باشید یا قسمت آمریکا کانادا باشید، تا اینکه خیلی نزدیک به کشور، یه حالت دیگه است. جالبه که این سوال رو میپرسید، برای اینکه یکی از پستایی که نمیدونم تو اینستاگرام بود یا توی توییتر بود دیدم، یه کسی کاربری اومده بود یه عکس به اصطلاح نقشه رو گذاشته بود با یه نقطه که شاهزاده اکنون تو تل آویو و نسبت به ایران نزدیکتر اینجا. یعنی واقعا این احساس رو، خب البته در خودم هم هست ولی میخوام بگم تو میان همیهنانم هم هست، یه تأثیر خاصی از اون لحاظ داشته. رضا پهلوی با اشاره به ضرورت احیای روابط دوستانه بین دو ملت ایران و اسرائیل نوشت که یک ایران دموکراتیک در آینده به دنبال تبادلات فرهنگی، علمی و اقتصادی با اسرائیل و دیگر همسایگان در منطقه خواهد بود و آن روز نزدیکه. میخوایم از تنین درود بر اسرائیل در بازی فوتبال برای شما پخش کنیم ویدیویی که به دست ما رسیده. اینم تقدیم به شما. یاشار تبریزی فعال مدنی ضمن انتشار ویدیویی از دیدار خودش با محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در اینستاگرام نوشته که محمد نجفی در ششمین سال حبس خودش شب نوروز با 50 روز اعتصاب قضا و 18 کیلو کاهش وزن و بیماری‌های متعدد از زندان با وثیقه 2 میلیاردی و 14 کفیل که کارمند رسمی هستند به مرخصه درمانی اعزام شده که به بهانه حاشیه دار بودن اون در بیرون بدون انجام درمان باید به زندان برگرده، اما با تمام دردی که داره مثل شکوفه های گیلاس داره میخنده. اومدیم شازن دیدن وکیل با شرف، انسانی با صلابت که در برابر ظلم و بیداد سکوت نکرد و پیله استبداد دینی رو به تن مالید و راهی زندان شد. محمد نیاز به درمان داره، نیاز به ادامه درمانی رو داره که تمام آسیبهاش در زندان بدن شد. محمد و ناجب و مردانی بزن برش گردنن زندان و ما زندان رو ترجیح میدیم به این زندان بزرگی که جمهوری اسلامی برامون ساخته. ما پاییزی سخت و زمستان سردی رو سپری کردیم،
و الان در بهاری مرغ در انتظار دگرگونی که قطعا ایجاد خواهد شد. سپاسگزاریم که مثل همیشه با ما همراه بودین. نظرات خودتون رو کامنت کنین، خوشحال میشیم. وقتتون بخیر، بدرود.